سلام به روی ماه همه شما دوستای نازنینم، پریسا نصری هستم. خیلی خوشحالم با یک ویدیوی آموزشی دیگه در خدمت شما دوستای عزیز و بزرگوارم هستم. انشالله هر جای دنیا که هستین حال دلتون عالی باشه. خیلی وقتا ما دنبال این میگردیم که چیکار کنیم یه رابطه خوب رو ایجاد کنیم. یکی رو دوست داریم، برامون خیلی ارزشمنده، برامون خیلی عزیزه و دلمون میخواد که این آدم رو به هر قیمتی کنارمون داشته باشیم و میبینیم که ما همه تلاشمون رو میکنیم، حتی از یه سری از ارزشهامون، از یه سری از اعتقاداتمون میگذریم به خاطر این آدم، از خودگذشتگی‌های زیادی رو انجام میدیم، اما همچنان طرف مقابل ما یه جورایی از رابطه گریزانه، از متعهد بودن گریزانه و ما از این قضیه اذیت میشیم و نمیدونیم باید چیکار کنیم. میخوام بهتون بگم یکی از مهمترین مواردی که توی یک رابطه عاطفی باعث ایجاد یه رابطه عاطفی خیلی خوب میشه این هستش که کلید داشتن یه رابطه عاطفی خوب داشتن مدیریت احساساته، به خصوص روی خانم ها. یکی از دلایل این که خیلی از رابطه ها خراب میشه این هستش که خانم های ما مدیریت احساسات و کنترل احساسات ندارن. یعنی به محض اینکه عاشق یه نفر میشن، یکی رو دوست دارن، همه وجودشون میشه سراسر عشق به طرف مقابلشون و خودشون رو، اولویت هاشون و اون چیزایی که براشون اهمیت داره رو فراموش میکنن و همه چیز میشه طرف مقابل و این باعث میشه که طرف مقابل کاملا متوجه بشه که دوست داشتن شما در حدی هستش که اون میتونه به راحتی از زیر بار یه سری از مسئولیت ها قصر در بره، گاهی اوقات شما رو بپیچونه و حتی به راحتی میتونه شما رو بین زمین و هوا معلق نگه داره. اگر شما بتونید مدیریت احساسات درست رو داشته باشید، یعنی اگر شما بتونید روی احساساتتون کنترل کنید و به جای اینکه کنترل خودتون رو دست هورمون‌های عاشقانه خودتون، هورمون‌های عشقی درون خودتون بدید دست عقلتون، قطعا میتونید خودتون باشین تو رابطه عاطفی و یه رابطه عاطفی خیلی خوب رو تجربه کنید. موضوع این هستش که ما خیلی وقتا بدون اینکه متوجه بشیم تمام کنترل خودمون رو میدیم به اون من درونی که عاشق شده و این من درونم چون احساسی تصمیم میگیره نمیتونه درست تصمیم بگیره و حاضر قید خیلی از ارزش‌های ما رو بزنه تا طرف مقابل رو نگه داره و همین عاملی میشه که طرف مقابل ما به راحتی متوجه میشه که ما عین یه موم تو دستش هستیم و هر جوری که بخواد میتونه ما رو بچرخونه و آدمی که راحت به دست بیاد راحت هم کنار گذاشته میشه. متاسفانه خیلی از خانم ها توی رابطه عاطفی متوجه این نمیشن که اگه قرار هستش که کسی که کنارم هست رو به بهترین شکل در کنار خودم نگه دارم، نیازمند این هستم که بتونم با این فرد یک رابطه فوق‌العاده خوب رو بسازم، در عین اینکه ارزش های خودم رو نگه دارم، به ارزش های خودم احترام بذارم، خواسته های خودم رو ببینم، احساسات خودم رو هم در نظر بگیرم و به اولویت هایی که داشتم هم اهمیت بدم. وقتی یه نفر رو دوست دارم، همه زندگی من و اولویت های من نباید این فرد بشه و بقیه چیزا بره کنار. چون وقتی فرد میبینه که برای تو در رأس هرم همه چیزها قرار داره، قشنگ میتونه اینجا به راحتی با تو بازی احساسی رو انجام بده. بهترین کار برای اینکه بتونید یه رابطه خوب رو ایجاد کنید این هستش که از خودتون بپرسید من از رابطه عاطفی چی میخوام؟ چه چیزهایی هست که اگر این احساسات و این عشق الان انقدر در من پرشور نبود میتونست برای من توی این رابطه غیر قابل تحمل باشه؟ بشینید نگاه کنید ببینید از رابطه عاطفیتون چی میخواین و چه مواردی وجود داره که اگر تو حالت نرمال و عادی غیر از این حالت احساسی و عشقی بودید میتونست برای شما غیر قابل تحمل باشه و الان چون تو فقط این فرد رو دوست داری تحمل میکنی، چون این فرد برای تو خیلی ارزشمنده داری تحملش میکنی. بشینید اینا رو نگاه کنید و بر اساس این مورد ببینید که تا کجای رابطه رو درست رفتید. رابطه خوب رابطه‌ای که توش جاذبه دو طرفه ایجاد بشه و شک نکنید اگر یک نفر تمام و کمال در اختیار طرف دیگری باشه هیچ جایی برای ایجاد این جاذبه دو طرفه نمیذاره و خود این عامل تخریب رابطه میشه. اگه طرف مقابلتون براتون ارزشمنده، اگه دوست دارید اون عشق، اون کششه همیشه باقی بمونه و نمیره توی رابطه عاطفیتون، مدیریت احساسات کنید و سعی کنید که کمک کنید که طرف مقابل هم فرصت ابراز احساسات و فرصت
به دست آوردن دل شما رو هم داشته باشه. خانم های ما معمولا وقتی یه نفر رو دوست دارن بهش فرصت نمیدن که این فرد ابراز عشق کنه، ابراز احساسات کنه و فرصت نمیدن که این فرد زمانی رو برای دلتنگی داشته باشه و همه اینا باعث میشه یه رابطه خوب تبدیل به یک رابطه شکست خورده بشه. امیدوارم که پیام این ویدیوی ما برای همه شما عزیزانم مفید بوده باشه و هر جایی که هستین همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. ازتون دعوت میکنم از آموزش هایی که روی وبسایت ما وجود داره استفاده کنید، چرا که این آموزش ها به شما کمک میکنه که شخصیت قدرتمند، قوی و با اراده ای رو داشته باشید. خیلی دوستتون دارم. هر جایی که هستین موفق و پیروز باشین. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.